برنامه امروز ما خوش اومد. در این برنامه قصد داریم که تمرکز خودمون رو بر روی یک رویداد بسیار مهم که اخیراً اتفاق افتاد و در سراسر جهان تنین انداز شده معطوف کنیم. ترور اسماعیل هنیه و جنگ افروزی اسرائیل در منطقه. مهمان برنامه امروزمون آذر مدرسی از حزب حکمتیز خط رسمی هستند. در ساعت اولیه روز چهارشنبه 31 ژوئیه اسماعیل هنیه رئیس سیاسی حماس و مذاکره کننده کلیدی با اسرائیل به همراه یکی از محافظانش در حمله به محل اقامتش در تهران کشته شده. هنیه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید پزشکیان در ایران حضور داشته. این ترور محکومیت و نگرانی گسترده ای رو در کل دنیا برانگیخته و عکس‌العمل‌هایی از کشورهایی از جمله روسیه، چین، لبنان، ترکیه، قطر این اقدام رو تشدید خطرناکی در خاورمیانه و بی‌ثباتی در خاورمیانه خوندن. آذر مدرسی، مرسی که در این برنامه حضور پیدا کردید. می‌خوام برم سر اصل مطلب. بیایم با عواقب بلافاصله پس از ترور شروع کنیم. آیا میتونید مروری دقیق از رویدادهایی که منتهی به این حمله شده و واکنش‌های اولیه کسایی که به اصطلاح در صدر این اتفاق هستند در منطقه به ما بدید؟ ببینید، ترور اسماعیل هنیه مدت هاست در دستور دولت اسرائیل. مستقل از اینی که دولت اسرائیل رسما مسئولیت این ترور رو به عهده نگرفته، ولی همه میدونن، همگان من جمله امریکا، وکیل مدافع و حامی دائمی اسرائیل میدونه که کار دولت اسرائیله. در نتیجه اینی که ترور هنیه در دستوره رو دولت اسرائیل مثل تمام ترورهای دیگه خودش هیچ وقت مخفی نکرده و همیشه اعلام کرده که تروریسم و دست دادن به تروریسم یکی از ابزارهای به اصطلاح تصفیه حساب‌های سیاسی دولت اسرائیل با مخالفین خودش، رقبای خودش و یا به قول خودش با دشمنان خودش در سطح منطقه و در سطح جهان است. در نتیجه ترور اسماعیل هنیه خیلی روشن و واضحه که کار دولت اسرائیل و امروز دیگه همگان میگن که این ترور بدون همکاری دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امریکا ممکن نبود. اشتباه اگه فکر بکنیم ترور هنیه فقط و فقط هدفش تضعیف حماس و یا به اصطلاح زدن رؤسای حماس بوده. ترور هنیه هدف اهداف سیاسی و نظامی متعددی را از طرف دولت اسرائیل داشته. ترور هنیه اعلام رسمی سیاست دولت اسرائیل که قصد نداره نسل کشی در فلسطین در نوار غزه رو پایان بده، قصد نداره هیچ تلاشی برای تخفیف مصائب مردم فلسطین حتی یک قدم کوچک برداره، قصد نداره وارد هیچ آتش بس و مذاکره‌ای برای پایان دادن به جنگ و آتش و خونی که در نوار غزه به راه انداخته نقطه پایانی بر این بذاره. تا اونجا که به مردم فلسطین برمیگرده، پیام دولت اسرائیل با ترور هنیه خیلی خیلی روشن این بود. دولت اسرائیل و همه میدونن حماس و نیروهای سیاسی دیگه در منطقه در فلسطین ترورهای رهبرانشون رو جبران کردن، جریانات سیاسی جبران میکنن، جانشین پیدا میکنن، تضعیف میشن برای دوره کوتاهی حتما، ولی جانشین پیدا میکنن. در نتیجه این که گویا هدف حماس بود، هدف انتقام گیری از 7 اکتبر بود، مزخرفاتیه که فقط و فقط دولت اسرائیل و هاردکورهای درون دولت اسرائیل ممکنه تکرارش بکنن و یا حتی عقب مونده ترین بخش های جامعه در اسرائیل و یا دنیا اون رو باور بکنن. در نتیجه هدف اسرائیل از ترور هنیه در فلسطین خیلی روشن این بود. و ما هدف اسرائیل اهداف دیگری داشت. ببینید، اسماعیل هنیه جزو چهره های علنی حماس بود، کسی بود که علناً به کشورهای مختلف سفر میکرد، در میز مذاکرات مینشست، در نتیجه چهره مخفی که گویا مخفی شده و ما کشف کردیم جاشو و ترورش خیلی به اصطلاح عملیات ویژه و غیر قابل ممکنی رو
در دستور دولت اسرائیل یا هر جریان تروریستی دیگه میذاره اینطور نبود. هنیه رو دولت اسرائیل به اتکا به دستگاه جاسوسی خودش و دولت امریکا میتونست در قطر ترور بکنه، میتونست در سفرهاش به ترکیه و کشورهای دیگه عربی ترور بکنه، اما تهران رو انتخاب کرد. تهران رو انتخاب کرد برای اینکه یکی دیگه از اهداف دولت اسرائیل تحریک جمهوری اسلامی به جنگ، به مقابله و از این طریق کشیدن جنگ به منطقه، کشیدن پای امریکا به منطقه در این جنگ به عنوان راهی برای خلاصی خودش از بنبست سیاسی، نظامی، اجتماعی که درش قرار گرفته است. در اینکه این دو هدف اهداف اصلی دولت اسرائیل بود، یکی پایان دادن به هر امیدی به اینی که دولت اسرائیل خواست و ظرفیت پایان دادن به نسل کشی در نوار غزه رو داره، و دوم سیاست جنگ افروزانه و جنگ طلبی دولت اسرائیل از طریق تحریک دولت ایران و کشیدن پای امریکا به منطقه در یک جنگ نظامی و به خون کشیدن منطقه. این اهداف رو امروز دیگه حتی سیاستمداران بسیار محافظه‌کار در اروپا دارن بهش اذعان میکنن و ازش به عنوان اهداف خطرناک اسم میبرن. سوال بعدی این هست که توی میدیا، توی فضای مجازی این بحث خیلی زیاده که فکر میکنن که مردم از این اتفاق، از اینکه اسماعیل هنیه ترور شده و از اینکه به عنوان عضوی از حماس این فرد ترور شده، بسیار از مردم خوشحالن. این قضیه خیلی فضای مجازی صدا کرده که مردم خوشحالن، مردم حتی شیرینی پخش میکنن، دقیقا مثل اون اتفاقی که برای رئیسی افتاد. شما فکر میکنین چه تناقضی میتونه تو این خوشحالی و اتفاقاتی که در پشت پرده این خوشحالی ها میتونه بیفته وجود داره؟ ببینید، اجازه بدید اول یه چیزی رو شاید اضافه بکنم به تصویری که شما دادید. تصویری که هست توی دنیای مجازی و از طرف برخی نیروهای سیاسی یکی از تصاویریه که منعکس میشه. ما تصاویر دیگری رو میبینیم، تصاویر مردم هراس زده در کل منطقه، از اسرائیل تا ایران، در سوریه، در عراق، در لبنان، که خطر این جنگ رو میبینن و از هراس از این جنگ یا دارن اسرائیل رو تخلیه میکنن، یا در ایران دارن مناطق، در لبنان دارن مناطق مرزی رو تخلیه میکنن، یا در سوریه دارن مناطق مرزی رو تخلیه میکنن. در نتیجه تصویر واقعی که داره در جهان منعکس میشه، هراس میلیون ها انسان توی اون منطقه از جنگ و به آتش کشیدن و به خون کشیدن زندگیشونه. این اون تصویر عمومیه که اگر ما یک طیفی از اپوزیسیون و نیروهای سیاسی ایرانی رو کنار بذاریم، این تصویر رو شما میبینید. فضای جنگی و به اصطلاح فضای میلیتاریستی و تهدیدات جنگی هیچ وقت در هیچ کجای دنیا از طرف حتی عقب مانده ترین بخش های هیچ جامعه ای ازش استقبال نمیشه. مردم جهان به اندازه کافی جنگ، ویرانی و تأثیرات مخربشو تو زندگی روزمره خودشون و تأثیرات طولانی مدت‌ترشو تو عقب روندن مبارزه‌شون برای یک زندگی انسانی دیدن. مردم عراق اینو لمس کردن، مردم افغانستان لمس کردن، مردم ایران در جنگ با عراق این رو لمس کردن و تجربه کردن، سوریه، لبنان، فلز، همه جا این تجربه رو لمس کردن. در نتیجه این اون فضای واقعیه که توی منطقه وجود داره و فضای واقعی و یا هراس واقعیه که میلیون ها انسان دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. ولی تا اونجایی که به ایران برمیگرده خیلی قابل درکه که مردمی که از جمهوری اسلامی متنفرن، مردمی که سالهاست توی صحنن و میخوان این رژیم رو از پا بندازن، از اینی که هر چیزی ضربه ای حتی کوچیک به جمهوری اسلامی بزنه خوشحال بشن. هر کسی خودش رو با جمهوری اسلامی تداعی بکنه، به جمهوری اسلامی نزدیک باشه رو دشمن خودشون میدونن. این غریزی ترین و طبیعی ترین و شاید ناخودآگاه ترین احساسیه که یه بخشی از جامعه و یا بخش اعظم جامعه دارن. ولی در این حال بخش اعظم جامعه مخاطرات عظیم این ترور رو میبینن.
خوشحالی از اینی که جمهوری اسلامی ضربه خورده، یکی از یارانش ضربه خورده، یک طرف قضیه است. ولی طرف دیگر قضیه متوجه بودن مخاطرات این ترور، متوجه بودن مخاطرات گسترش تروریسم در منطقه توسط هر کسی باشه، جمهوری اسلامی باشه، امریکا باشه، هشتال شعبی باشه یا دولت فاشیست اسرائیل، مردم متوجه این مخاطرات هستن. در نتیجه حتما یک بخش زیادی از مردم خوشحالن و حتما یک بخش کمتری به عواقبش فکر نمی کنن و فعلا در این لحظه خوشحالی بیشترین استفاده رو از ضربه خوردن جمهوری اسلامی و بیشترین لذت رو از اینی که جمهوری اسلامی ضربه خورده می برن. ولی پشت این لذت بردن لحظه ای، هر کسی که سر سوزنی درک داشته باشه، هر کسی که سر سوزنی اعماق جامعه رو بشناسه میدونه پشت این خوشحالی لحظه‌ای نگرانی از آینده وجود داره. نگرانی از اینی که خب جمهوری اسلامی ضربه خورد، ولی یه دولت ارتجاعی ضربه خورده چه عکس العملی رو به تعرضی که بهش کردن، این دیگه جای خوشحالی نداره. و من فکر میکنم هر چقدر اون اولین احساسات باشه که کاملا قابل درکه، ولی پشت اون خوشحالی لحظه‌ای نگرانی‌های واقعی از مخاطرات جدی این تحریکات جنگی و این تروریسم دولت اسرائیل خوابیده و این رو نمیخوان ببینن نیروهای سیاسی معینی، نمیخوان نشونش بدن و روی اون خوشحالی لحظه‌ای سیاست‌های ارتجاعی خودشون رو تئوریزه می‌کنن. این اتفاقیه که داره توی جهان اپوزیسیون در میان نیروهای سیاسی اتفاق می‌افته. شما به اتفاقات احتمالی، به روابط متشنج بین ایران و اسرائیل هم اشاره کردید. تقریبا یک هفته یا 10 روز پیش بود که نتانیاهو توی کنگره آمریکا یه جورایی سنگ پراکنی کرد به سمت ایران و تهدیداتی کرد که هر اتفاقی توی خاورمیانه میفته همه مشکلات از ایرانه. و از اون طرف این پاسکاری به اصطلاح با ترامپ صورت گرفت و ترامپ از اون طرف یه جورایی حمایت کرد که اگر هر اتفاقی برای من بیفته، به خصوص بعد از قضیه که برای خود ترامپ اتفاق افتاد، سوء قصدی که به جانش شد، هر اتفاقی برای من بیفته ایران این کارو کرده و اگر هر کدوم از نامزدهای آمریکایی در مقابل ایران موضعی نداشته باشن، پس بسیار نالایق هستن. با توجه به این کشمکش هایی که وجود داره و روابط متشنجی که بین ایران و اسرائیل هست، اما فکر میکنید چه واکنش های نظامی یا دیپلماتیکی احتمالی رو میتونیم از ایران در تلافی این رویداد انتظار داشته باشیم؟ چون ایران هم شاخشونه زیاد میکشه در مورد اسرائیل و یه جورای اسرائیل رو میخواد از صفحه روزگار محو کنه، از نقشه محو کنه و تهدیداتی هم ارائه دادن، یعنی تهدیداتی کردن از طرف سران حکومت اسلامی که این اتفاق بی پاسخ نخواهد ماند. قبلا هم از این اتفاقات افتاده. شما فکر میکنید این سری چه تفاوتی میتونه با سریای قبل داشته باشه؟ چه چیزهایی تغییر کرده توی فضای منطقه‌ای و فضای جهانی امروز؟ ببینید، سیاست اینی که سیاست جنگ طلبی دولت اسرائیل حول دشمن اصلی ایران، سیاست قدیمی تره دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو است و شاید این نقطه اشتراک جدیشون با ترامپه، یا یکی از نقاط اشتراک جدیشون با ترامپه، اینی که ایران به قول خودشون سر مار در منطقه هست و ما باید سر مار رو بزنیم و جمهوری اسلامی رو اگه ما به اتکاب ترور، به اتکاب جنگ، به اتکاب خونریزی سرنگون بکنیم، خب اون موقع هم مردم ایران رها میشن هم مردم منطقه رها میشن. در نتیجه این سیاست قدیمی تره. اینی که دوباره نتانیاهو توی کنگره امریکا این اروتیزها رو دوباره تکرار میکنه و اعلام میکنه که باید اتحادی علیه ایران در منطقه و در سطح جهان تشکیل داده بشه، حرف تازه‌ای نیست. تنها چیزی که هست اینه که
تکرار مدام این به طور واقعی نشان دهنده سیاست اکتیو دولت اسرائیل در جنگ افروزی و کشوندن پای جمهوری اسلامی به یک جنگ است. طرف مقابل جمهوری اسلامی هم متقابلا دشمنی با دولت اسرائیل، اینی که دولت اسرائیل و یا حتی اسرائیل کلا باید از صحنه منطقه حذف بشه، جزء سیاست‌های پایه‌ای و یا تبلیغات پایه‌ای جمهوری اسلامی بوده. تشکیل محور مقاومت، یک بخشش مقابله با دولت اسرائیل و به اصطلاح حل و فصل کشمکش‌هایی که جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل داره. در نتیجه این کشمکش‌ها قدیمی‌تره. این کشمکش‌ها از 7 اکتبر شروع نشد. این کشمکش‌ها از حمله دولت اسرائیل به نوار غزه شروع نشد و این کشمکش‌ها با ترور هنیه شروع نشده. این کشمکش‌ها دائمی بوده. ولی تا اونجایی که به عکس العمل جمهوری اسلامی برمیگرده، من فکر میکنم قابل پیشبینی نیست، به طور واقعی قابل پیشبینی نیست، به خاطر اینی که پشت این تبلیغات جنگی یک دنیا حساب و کتاب ها و چرتک اندازی های دیگری موجوده. فراموش نکنیم دفعه قبل وقتی کنسولگری جمهوری اسلامی رو در سوریه زدن، جمهوری اسلامی عملیات وسیعی رو کرد، ولی عملیاتی بود که اطلاع داده بود، از طریق فرانسه و انگلیس و امریکا به اسرائیل خبر رسیده بود، معلوم بود که اساساً برای نشون دادن قدرت و اینی که قابل دسترس هستی داره این عملیات رو انجام میده. هدفی در اینی که مرکز نظامی، مرکز اقتصادی یا شهرها رو هدف قرار بده در دستور جمهوری اسلامی نبود و این رو رسماً و علناً هم گفتن ما فقط می‌خواستیم نشون بدیم که قابل دسترسید. فکر می‌کنم این دفعه مسئله پیچیده‌تره. و جمهوری اسلامی نیازمند عکس العملی نشون بده، برای اینکه جمهوری اسلامی که یا هر حکومتی که انقدر ضربه پذیر باشه، انقدر قابل دسترس باشه برای دشمن و در یکی از به اصطلاح امنیتی ترین نقاط تهران بتونن دسترسی پیدا بکنن به یکی از مهمانان به اصطلاح برجستشون و ترورش بکنن، خب سوالات زیادی رو در مورد قابلیت جمهوری اسلامی در دفاع از خودش در منطقه در مقابل رقبا قرار میده. اتوریته و هژمونی جمهوری اسلامی رو توی جبهه مقاومت و در میان نیروهای متحد خودش زیر سوال میبره و به درجه تضعیفش میکنه و از طرف دیگه جامعه‌ای که خیز برداشته برای سرنگونی وقتی که میبینه این حاکمیت اینقدر ضربه پذیره، اون رعب و اون ابهت و اون قدرتی که جمهوری اسلامی سعی میکنه از دستگاه سرکوب خودش به خصوص سپاه پاسداران نشون میده، در مقابل اون جامعه فرو میپاشه و اینها چیزهایی هست که جمهوری اسلامی باید جبرانش بکنه برای بهبود موقعیت خودش در منطقه، برای نشون دادن قدرت خودش به متحدینش، حتی که تا امروز همیشه اون چیزش این بود که اینها زیر چتر و زیر بال حمایتی من هستن و در این حال نسبت به جامعه و نشون دادن اینی که نه، من هنوز قدرت زدن شما رو دارم، اگه نتونم از عهده اسرائیل بر بیام از عهده شما بر میام. به تمام این دلایل عکس العمل جمهوری اسلامی رو ضروری میکنه. اینی که این عکس العمل چی هست، اینی که پشت این تبلیغات نظامی و فضای جنگی که جمهوری اسلامی درست میکنه چه اقدامی رو انجام میده، آیا مستقیم وارد میشه یا اونطوری که خودشون به اصطلاح تهدید کردن از طریق محور مقاومت این عملیات رو انجام میدن و این به اصطلاح انتقام رو میگیرن، خونخواهی رو به قول خودشون انجام میدن، بازه. ولی امروز بیشتر از هر وقتی مسئله خطر جنگ و گسترش جنگ در خاورمیانه به اصطلاح نزدیکه، به دلیل اینی که واقعا اسرائیل تلاش کرد از طریق ترور هنیه نقطه به اصطلاح دست بذاره روی جایی که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به مقابله نظامی دیگه، مقابله سیاسی، شورای امنیت. اینها همش اقدامات دیپلماتیکیه که جمهوری اسلامی میدونه بی نتیجه است، فقط میکنه برای اینی که نشون بده من دست نبردم به جنگ در درجه اول. ولی فکر میکنم وضعیت به شدت متشنجه، وضعیت به شدت خطرناکه. جمهوری اسلامی مستقل یا از طریق نیروهای متحدش در منطقه
قطعا جواب میدن و فعلا که هیچ کس جنگ نمیخواد غیر از دولت اسرائیل. هیچ کس در منطقه و در جهان جنگ در خاورمیانه رو نمیخواد غیر از دولت اسرائیل و همه دارن سعی میکنن که انتقام جمهوری اسلامی و به قول خودشون محور مقاومت محدود باشه. ولی در اینی که قطعا کاری میکنن تردیدی نیست، فقط باید دید که ابعادش چیه و چقدر میتونه این انتقام کنترل شده و به اصطلاح محدود باشه که هم قدرت جمهوری اسلامی رو نشون بده، هم باعث جنگ در منطقه و شروع یک جنگ به اصطلاح ویران کننده که دیگه فقط جنگ بین ایران و اسرائیل و حتی امریکا و ایران نیست، روسیه، چین و کشورهای دیگه در این رابطه قطعا سکوت نخواهند کرد و دوره بسیار بسیار مخاطره آمیزی رو ما در رو پیش رومون داریم. به جنگ در منطقه، به عواقب چند بعدی این اتفاق اشاره کردید، به اینکه اگر جنگ اتفاق بیفته در فضای متشنجی که امروز هست، قطعا فقط درگیر ایران، اسرائیل و یا آمریکا نخواهد بود. این منو یاد روسی انداخت که یکی دو روز پیش این رو دیدم در توصیف همین اتفاقات و ترور، که سارا لی ویتسون، فکر میکنم حقوقدان و سخنگوی دنیای عرب هست، گفته که مهمترین چیزی که ما میتونیم از این حمله اسرائیل با خودمون ببریم اینه که اسرائیل به شدت خواهان جنگ با ایران هست و حتی بیشتر از اون، نه تنها خواهان جنگ با ایران، بیشتر از اون میخواد که نیروهای آمریکا و ناتو رو داخل این جنگ بکشه و اون فضای متشنجی که همیشه توی سیاست‌های خارجی برای خاورمیانه هست باز هم فضای متشنج و جنگی توی خاورمیانه راه بندازن. فکر میکنم برای آخرین سوال فقط میتونیم این سوال رو مطرح کنیم، با توجه به اینکه لایه‌های مختلفی توی این اتفاق هست که آدم میتونیم بررسی کنیم و راجبش صحبت کنیم، اما متاسفانه در وقت محدودی که ما داریم نمیتونیم به همه جوانبش بپردازیم. سوال دیگه‌ای که دوست دارم بپرسم اینه که پیامدهای این ترور برای سیاست داخلی فلسطین و حماس چی میتونه باشه؟ آیا با توجه به این که هنیه یکی از مذاکره کنندگان برای صلح بود توی رابطه توی ارتباط با جنگ در جنگ با اسرائیل، برای همین این رویداد چطور ممکنه حتی بر ثبات توی لبنان، سوریه و یا بقیه کشورهای همسایه تاثیر بذاره و چه تاثیری حداقل چه تاثیری میتونه روی سیاست داخلی فلسطین و حماس بذاره؟ ببینید، یک اتفاقی که افتاد اینه که برخلاف تبلیغاتی که میشه که گویا ترور هنیه حماس رو تضعیف کرد، حماس امروز از موقعیت سیاسی و از اعتبار سیاسی بسیار بالاتری برخوردار. در نتیجه اینه که ترور یکی از رهبران هر جریانی میتونه اون جریان رو تضعیف بکنه، به نظر من تبلیغات پوچه. شما با ترور هر فردی به اون جریان اعتبار بیشتری میدید، به خصوص توی خاورمیانه ملتهب، تو خاورمیانه‌ای که 10 ماه شاهد نسل کشی دولت اسرائیل در نوار غزه هستند و حماس خودش رو به عنوان تنها مدافع مردم غزه داره به جهان معرفی میکنه. کشتن کسی که پای میز مذاکره است و داره با شما مذاکره میکنه که آتش بس و صلح رو به منطقه بیاره، نه فقط اون جریان رو تضعیف نمیکنه، نه فقط اعتبار اون جریان رو از به اصطلاح از چشم همگان نمیندازه، برعکس اعتبار و نفوذ اون جریان رو بالا میبره و ما شاهدش هستیم. حماس مثل هر جریان سیاسی دیگری خودش رو ترمیم میکنه و سیاست‌های هیچ جریانی بر مبنای این ترور اون ترور، به خصوص که اینها شاهد ترورهای متعدد دولت اسرائیل بودن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم هنیه دقیقا الان بذارید آمار اشتباه ندم، ولی چندمین رهبر حماسه که توسط دولت اسرائیل
ترور میشه و چندمین رهبر فلسطینیه که توسط دولت اسرائیل ترور میشه و کشته میشه. در نتیجه اینی که گویا با ترور یکی از رهبران هر جریان سیاسی شما میتونید اون جریان رو درش تغییرات جدی به وجود بیارید، مگر سیاست‌های متنوعی در درون یک جریان باشه که من در مورد حماس خیلی مطلع نیستم گرایشات و شاخه‌هاشون چیه، اما اعتبار اون جریان کم نمیشه و حماس الان ما شاهدش هستیم در کل جهان عرب به عنوان یکی از نیروهایی که تنها مدافع مردم فلسطینه حتی در مقابل محمود عباس و الفتح به رسمیت شناخته میشه. همین الان سرشماری ها و همه پرسی ها نشون میده شما اگه در کرانه باختری همه پرسی و انتخابات بکنید، حماس انتخاب میشه، نه محمود عباس نه الفتح. در نتیجه من فکر نمی کنم تأثیر جدی رو اون میذاره، ولی فکر میکنم اجازه بدید به بهانه سوال شما یک پوینت مهم رو در مورد خود اسرائیل بگم. ببینید دولت اسرائیل احتیاج داره به این جنگ طلب، جنگ افروزی، احتیاج داره به جنگ پشت جنگ، چون اولا در نوار غزه به اهداف نظامی خودش نرسید، به اهداف حتی سیاسی خودش نرسید، منزوی کردن حماس، شکست حماس، نابودی حماس، برگردوندن اسرا، اینها شعارهایی بود که جنگ باهاش شروع شد. هیچ کدوم از اینها متحقق نشد. تنها چیزی که متحقق شد کشته شدن 70,000 انسانه. تنها چیزی که متحقق شد. میگن 40,000 ولی در کنارش میگن 10,000 نفر دیگه زیر آوارها هستن. ویرانی نوار غزه تنها اتفاقیه که افتاده. در نتیجه دولت فاشیست نتانیاهو شکست خورده. در درون خود اسرائیل یک جنگ داخلی اوریان در جریانه. فاشیست های پرو دولت اسرائیل با مردم آزادی خواه در جنگن و این جنگ رو کسی منعکس نمی کنه، ولی شما شاهد هر دو تظاهرات ها هستید، تظاهرات ها برای استعفای نتانیاهو، تظاهرات ها برای پایان جنگ، تظاهرات ها برای یک زندگی مسالمت آمیز با مردم فلسطین در یک جغرافیا، و در این حال تظاهرات اراذل اوباش فاشیست اسرائیلی که زنده باد مرگ، زنده باد جنگ در اسرائیل، زنده باد کشتار اسرائیل، زنده باد تجاوز به زندانیان اسرائیل رو راه انداختن. این جنگ داخلی در اسرائیل در جریانه. در نتیجه دولت نتانیاهو برای تخفیف بحران‌ها، برای تخفیف به اصطلاح ابعاد شکست سیاسی و نظامی خودش نیاز داره جنگ پشت جنگ رو با ایران، با سوریه، با لبنان، با همه اینها شروع بکنه، و این اون جاییه که دولت اسرائیل رو تنها دولت جنگ طلب و جنگ افروز در منطقه تبدیل کرده. نیاز فاشیسم اسرائیلی اینه برای ادامه حیات خودشون حتی آینده جامعه اسرائیل رو به ریسک بذارن، آینده یک زندگی انسانی در خود اسرائیل و آینده یک اسرائیلی که میتونه در اون منطقه ادامه حیات بده رو به ریسک گذاشتن، و این اون خطریه که غیر از جنگ خود مردم اسرائیل رو داره تهدید میکنه، و دولت اسرائیل امروز شاید دشمن اصلی مردم اسرائیل تو اون جامعه است، همونطور که جمهوری اسلامی دشمن اصلی مردم ایرانه. ممنون آذر مدرسی از حضورتون در این برنامه، و باز هم عذرخواهی میکنم بابت قطع وصلی که توی اینترنت داشتیم و پرش تصویر متاسفانه که توی برنامه اتفاق افتاد. روزتون بخیر. متشکرم، روز شما بخیر.